سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. حجت هستم. امروز میخوام در مورد این صحبت بکنیم که توی آمریکا با توجه به اینکه خیلی آموزش عالی، آموزش دانشگاهی راحت هستش، اما علاقه کمی نشون میدن آمریکایی‌ها واسه رفتن به دانشگاه یا اینکه بخوان مدارک مثلا ارشد بگیرن یا دکترا بگیرن. این توی زندگی هم واقعا آدم میبینه. مثلا من خودم اینکه نکاتی که واقعا عجیب بود واسه من اینکه خیلی‌هاشون دیگه از همون 18 سالگی وارد بازار کار میشن، دیگه فوقش یک مدرک بچلر یا کارشناسی رو میگیرن و بعدش که وارد بازار کار میشن. خیلی درصد کمی از آمریکایی‌ها هستن که بخوام در واقع برن درجه بالاتر ارشد بگیرن یا دکترا بگیرن. اما این دقیقاً اون خلاف اون چیزی هستش که داخل ایران داریم. داخل ایران یه نرم کاملا معمولیه. خیلی افراد دبیرستانشون رو تمام میکنن، دیپلمشون رو میگیرن، بلافاصله وارد دانشگاه میشن، لیسانس و فوق لیسانس. ایران یعنی جامعه مدرک گرایی‌تر هستش نسبت به آمریکا. اما تو آمریکا خیلی ریلکس‌تر، یعنی طرف حتی حالتای پیش میاد که 18 سالگی که دیپلمش رو میگیره چند سال امکان داره گپ تحصیلی داشته باشه، میره کار میکنه، پول در میاره، بعد مثلا تو 23-24 سالگی میاد یه مدرک مثلا کارشناسی رو میگیره. یا مثلا خیلی کم پیش میاد که طرف دیگه بعد از اینکه کارشناسی لیسانسش رو گرفت بعدش بره ارشد یا دکترا. دلیلش چیه؟ دلیل این که خیلی از آمریکایی‌ها علاقه نشون نمیدن نسبت به درس، بیشتر سراغ کار میرن. و خب توی 25-26 سالگی دیگه علنا خیلی هاشون زندگیشون رو دیگه تشکیل دادن، خونه دارن و ماشین دارن و اینا. در صورت داخل ایران طرف توی مثلا 26-27 سالگی تازه از دانشگاه مثلا میاد بیرون، هیچ پولی هم تجیبش مثلا نیست. واقعیت مثلا واسه خود من صدق میکرد. اما رفتم آمار رو یه نگاهی کردم، حالا آماری هستش که نشونم میبینین، همونجوری که دارین میبینین توی نمودار، مثلا میگه که آقا از حالا از گذشته تا الان خیلی رشد داشته، اما مثلا تو سال 2015-2016 تقریبا آمار اینجوریه که میگه نزدیک 90 درصدشون که های اسکول رو تمام میکنن و میره سراغ کارش، اما بعد از این نزدیک 30 یا 40 درصد آمریکایی‌ها فقط هستن که میان و تحصیلات دانشگاهیشون رو تونستن تمام بکنن. حالا آمار مختلفی هستش، بعضی سایت ها من نگاه کردم نزدیک 30 و خورده درصد بود، بعضی ها حالا مثلا 40 درصد بود. حالا اگه بیده بین همون 30 تا 40 درصد رو بگیریم، جمعیت حدودش 80 تا 90 میلیون جمعیت آمریکا اینجوری هستش که تحصیلات دانشگاهیشون رو تونستن تمام بکنن، حالا سن 25 سالگی تا 30 سالگی رو در نظر بگیرید. ولی تو ایران فکر کنم این خیلی آمار خیلی بیشتر باشه، یعنی خیلی از افراد هستن مخصوصا این نسل جدید که حداقل اون کارشناسی رو دارن دیگه، یعنی شاید خیلی درصد کمی باشن که دیگه بعد از اینکه دیپلم رو میگیرن وارد دانشگاه نشده باشن. اما آمار رو وقتی بیشتر بررسی میکنیم میبینیم که فقط 13 درصد آمریکایی‌ها هستن که مستر دارن، مستر یا همون فوق لیسانس رو دارن. که حالا اینم بگم توی آمریکا یه پلن‌هایی هست بهش میگن اکسلریتد، که طرف بچلرش رو مثلا توی دانشگاه میگیره بدون اینکه بخواد کنکور بده یا دوباره اپلای بکنه تو همون دانشگاه، بعد از اینکه لیسانس رو گرفت یه سال دیگه بیشتر میخونه، یه سری واحدهای دیگه رو پاس میکنه، بهش میگن اکسلریتد دیگری، که اونجا میاد و مسترش رو میگیره. و یعنی مسترش کلا مثل ایران دیگه فوبیا نیست که آقا وای دوباره کنکور بدم و نمیدونم دوباره برم یه دانشگاه دیگه، نه همونجوری همون دانشگاهی که هست اونقدر راحته، یعنی واقعا اینقدر راحته. اون دانشگاهی که کارشناسیشو خونده یه سال دیگه بخونه میشه فوق لیسانس. دکتراش هم بعد واسه اونایی که اینجا در واقع نیتیو هستن خیلی راحت پذیرش گرفتن، فقط کافیه که در واقع میگم یه رزومه داشته باشن، چون مدرک زبان که نیاز ندارن، فقط کافیه که اپلای بکنن دانشگاه مختلف و مطمئنا پذیرش میگیرن، چون مشکل ویزا هم ندارن. استادا معمولا اینجوریه که نسبت به اینا علاقه نشون میدن نسبت به پذیرفتن. ولی از کل این آمار 2% آمریکایی‌ها هستن که پی اچ دی دارن. تو ایران هم آمار پی اچ دی شاید کم باشه، اما توی آمریکا 2%، یعنی از اون 300 میلیون، 350 میلیون جمعیت بخوای نگاه کنی الان هیچ چیزی نیست که بخواد بگه نسبت به این جمعیت دارن دکتراشون رو میگیرن. و حالا اینا رو بذارین کنار، یه بحث دیگه، یک مقوله بندی دیگه هم یعنی که وجود داره اینی که خب الان یه سری افراد هستن که سکند بورنن دیگه، یعنی مثلا آقا ایرانیایی بودن که 30 سال پیش اومدن اینجا، بچه‌هاشون الان مثلا دارن درس میخونن. حالا از این آسیایی‌ها هم خیلی حالتای مشابه وجود داره، مثلا چینی و فلان اینا که 30 سال پیش اومدن الان بچه‌هاشون دارن در واقع وارد دانشگاه شدن. خب این حالتیه که این آمار شامل اینا هم میشه، یعنی خود آمریکایی‌های نیتیو رو بخوای در نظر بگیری شاید خیلی آمارشون کم باشه که وارد دانشگاه میشن. این آماری که داری میبینید مثلا شامل این سکند جنریشن ها هم میشه، کسایی که پدر مادرشون مثلا ایرانی بودن، نمیدونم آسیایی بودن.
اینا یه کمی به نظر من واقعا به شخصه دارم میبینم اینا خیلی زرنگترن، یعنی افرادی هستن که مدرک گراترن، دنبال مدرک هستن، ولی اصلا آمریکایی ها همچی علاقه رو بینشون نمیبینی و خیلی خیلی کمه. حالا این جدول دیگه ای هم که دارید میبینید در واقع نشون میده که با توجه به رئیس های مختلف نشون میده که حالا مثلا سیاه پوست باشه سفید پوست باشه یا اینا، که خب این در واقع قابل پیش بینی هم بوده دیگه، مثلا آسیایی ها خیلی بیشتر علاقه دارن که مدرک بچلر لیسانس یا بیشتر از اون رو داشته باشن و بعد از اون سفید پوستان هستن، سیاه پوستان هستن و آخر هم این لاتینا هست. لاتینا کلا یه مقوله خاصی هستن توی آمریکا که کلا سبک زندگیشون هم یکم فرق میکنه، آدم های بالی هستن کلا. و این بود این دستبندی که میشد کرد واسه این تحصیلات عالیه یا دانشگاهی که آمریکایی‌ها دارن. و واقعا وقتی آمار نگاه می‌کنیم این خیلی آمار کمیه، یعنی نسبت به اون چیزی که ما داخل ایران داریم این آمار خیلی آمار کمتری هستش. دلیلش هم اینه که بیشترشون میرن سراغ بازار کار از 18 سالگی، اصلا توی 25 6 سالگی که طرف زندگی شکل گرفته و با خیلی هاشون که صحبت می‌کنیم میگم من دیگه زندگیم دیگه تمام شده، یعنی هیچ آمال آرزویی بالاتر از این نداره. تو ایران طرف تو 30 سالگی تازه می‌خواد میتونه در واقع شروع کنه پول در آوردن. این تفاوتیه که واقعا تو زندگی آمریکا و زندگی ایران میشه دید. این توضیح بود راجع به تحصیلات دانشگاهی و میزان تحصیلات دانشگاهی آمریکایی‌ها. امیدوارم که این ولاگ به درتون خورده باشه. ممنون کانال من سابسکرایب می‌کنی، لایک کامنت یادتون نره و وقتتون بخیر.